مکتب رویای بزرگ، آموزش زبان دری صنف اول. سلام دانش آموزان عزیز، به درس 16 در مکتب رویای بزرگ خوش آمدید. عنوان درس امروزی ما و شما حرف سین هست. ایزا هدف این درس شناختن و شکل آواز خواندن و نوشتن حرف سین در این درس می باشه. ایزا در قسمت پایین تصاویری که وجود دارد، تصویر اول چی هست؟ بله، سبزیجات که حرف اول سبزی با حرف سین نوشته میشه. تصویر دوم، بله، سیب که حرف اولش با سین نوشته میشه. و همچنان بعدی سکه، بله سکه که حرف اولش با سین نوشته میشه. پرسش ها. ایزا در این قسمت 3 پرسش وجود داره که با هم به پرسش ها میپردازیم. ایزا پرسش ها یعنی سوال ها. سوال اول، آیا سیب را خوش دارید؟ بله عزیزا، چون سیب میوه هست و دارای ویتامین های بسیار مفید برای بدن ما و شما هست. پس عزیزا براتون توصیه میشه که بخصوص از سیب استفاده زیاد را داشته باشید. سوال دوم، چند نوع سبزی را نام بگیرید؟ ایزا سبزی ها را نام بگیرید، نام گرفته میتونین؟ خوب ایزا، دقیقا مانند، بله، پالک، گشنیز، بله، کچالو، پیاز. دقیقا ایزا، اینها همیشون از جمله سبزیجات گفته میشه. خب پرسش آخر، کدام نوع سبزی را شما خوش دارین ایزا؟ ایزا همه سبزی ها دارای ویتامین ها و منرال های مفیدی هست که برای بدن ما و شما خیلی فایده داره و ما و شما ایزا باید بیشتر از سبزیجات و میوه‌جات استفاده بکنیم. و ایزا میپردازیم به درسمان، لطفاً دقت بکنیم. حرف سین، خوردن سبزی فایده دارد. سرور سبزی را بسیار خوش دارد. ایزا سبزی، کلمه هایی که با رنگ سرخ حرف سین برای شما نشانی شده، پس حرف کلمه هایی که با رنگ سرخ و حرف سینش همراه رنگ سرخ نشانی شده برای شما ایزا، توجه بکنین، اینها هست که با سین نوشته شده. خوردن سبزی فایده دارد. سرور سبزی را بسیار خوش دارد. سیب، سوسن در سبد سیب آورد. خوردن سیب فایده دارد. سیب باید پاک شسته شود. ایزا در این قسمت هم حرف سین که در کلمات آمده با رنگ سرخ برای شما نشانی شده. سیب، سوسن در سبد سیب آورد. خوردن سیب فایده دارد. سیب باید پاک شسته شود. عزیزان، پیش از این که تا شما تمام میوه‌جات استفاده میکنین یا میخورین، باید خوب پاک شسته شود و همچنان سبزیجات هم باید خوب پاک شسته شود و بعداً مصرف شود و بعداً را ما بخوریم. خب عزیزان، پس در شستشوی سبزیجات و میوه‌جات هم دقت داشته باشید. شاگردان عزیز، در بخش املا و تجزیه کلمات هستیم. حرف امروز که ما خواندیم
حرف چی بودک؟ حرف سین. بله عزیزان، حرف سین بود. عزیزان در قدم اول حرف سین به شکل تکمیل یا کاملش به این شکل دو سه دندانه داشته باشه. حرف سین دو دندانه خرد و یکی هم کلان میشه سین، درست است عزیزان؟ و بخش نیمه سین وقتی که هنگام گویا با کلمه دیگر وصل میشه به این شکل، مانند مثالش اگر ما بیم حرف سین با یا و ب وصل بکنیم، درست است؟ سه خانه حرف دندان سین یکی هم یا و ب، چی خوانده میشه؟ سیب. بله ایزان، سیب. خب در این بخش توجه بکنید ایزا، ما و شما در درسمان چی بود؟ حرف سین چند تصویر بوده اونجا؟ سه تصویر داشتیم، هر کدام هم بگیرین. بله، سبزیجات که حرف اولش چی بود؟ سین، سبزیجات. تصویر بعدی ما سیب، بعدی سکه، سین کاف هگرده سکه. خب ایزا ادامه یه درس با هم کار میکنیم. خوردن سبزی فایده دارد. خوردن خ واو ر دال نون، خوردن سبزی سین سین ب ز یا، سبزی فایده فعل فا یا دال هگرده فایده دارد، دال الف ر دال دارد. سرور سین ر واو ر، یک اسم هست سرور. سبزی را ر الف را، بسیار به سین یا ر، بسیار خوش دارد. خواو خو شین خوش دارد دا رد. عزیزان شما هم وقت نوشتن درس که در کتاب چه هایتان می نویسیم به می شکل حرف های شکار بکنین، برای شما خیلی خوب هست. ادامه یه درس با هم کار می کنیم. سوسن در سبد سیب آورد. عیزا سعی کنین کلمه هایی که با سین نوشته شده، درست است؟ سوسن، سوسن، سوسن در سبد، در سبد سین به دال سبد سیب آورد. سیب آورد، او آورد الف مد واو ری دال آورد. خوردن سیب، خوردن سیب سین یا به سیب فایده، فایده دارد. سیب، سیب باید، باید پاک پلف کاف پاک شسته، شسته شود، شود. خیلی خوب عزیزان، در این بخش عزیزان بین بعضی کلمات که جمع شما کار کردیم دانه دانه ایره با تجزیه بکنیم، درست است؟ و حرف هایش هم بدانیم که کدام حرف ها هست. مثالش سبزیجات، درست؟ سین بزه یا جیم الف ت، سبزیجات.
هگه تجزیه بکنم حرف اولش چی؟ بله دقیق نیزا سین ب ز یا بله جیم الف ت. پس این رو با هم وصل بکنیم چی نوشته میشه؟ سبزیجات. کلمه بعدی سیب سین یا ب سیب سین یا ب. خب سکه سکه سین کاف هگرده. پس تجزیه سین کاف هگرده. پس هم با هم وصل بکنیم سکه داشته میشه. خوردن خ واو ر دال نون خوردن تجزیه خ واو ر دال نون خوردن و واو با هم وصل شده به یک جا نوشته شد دیگه حرف ها جدا جدا. فایده فایده ف الف یا دال هگرده فایده تجزیه ف الف یا دال هگرده. سرور اسم هست سرور تجزیه سین ر واو ر سرور که اینجا هم فقط سین و ر با هم وصل شده بود. بسیار بسیار حرف اول ب بعدیش سین یا الف ر درست بسیار. اگر پس این رو با هم وصل بکنیم به شکل اولی بسیار درست است ایزا. سوسن خب کلمه بعدی خوش 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 خ واو شین خوش. خب ایزا کلمه های بعدی رو در این قسمت برای شما با هم کار میکنیم. سوسن سوسن حرف اولش هم با سین هست و حرف سوم سین بله واو سین نون سوسن. سبد حرف اول سین ب دال سبد سین ب دال سبد. خب کلمه هایی که اینجا با هم کار نشده خب باید اینا با هم کار میکنیم درست. ب الف یا دال باید. پاک پ الف کاف پاک پ الف کاف. شسته شست شین سین ت. پس شین سین ت و هگرده. شود شود شین واو
خب عزیزان، شما هم هنگام نوشته کردن درسایتان در کتابچه، وقتی که درس هم می نویسین، هم هجا بکنین پیش خودتان و هم حرف های کلمات پیش خودتان تکرار بکنین. کار خانگی شاگردان عزیز، درس که خوانده شد، درس حرف سین را در کتابچه هایتان دوبار بنویسید. کلمه هایی که با حرف سین نوشته شده در کتابچه هایتان او را تجزیه بکنین و بنویسید. ایزان، درس ما به پایان رسید. تا جلسه بعدی و درس بعدی، بدرود.